توی خانه های خلاق و نوآوری یه بخشی رو دوستان ما تدارک دیدن که بیشتر برای استراحت و آسایش و نشستن و گپ زدن در این حالی که از چای و قهوه و شربت ها و عرقیجات مختلف متناسب با بوم ما استفاده می کنن. این بخشیه که اینجا دوستان اسمشو گوشتن لمکده. آقا سلام. سلام. حال شما خوبه؟ به قول خودمون تو لمکده نشستید. آره، خیلی از مواقع در حین کار دوستان میان هم زمانی که برای صرف غذا یا نوشیدن چای گپ زدن و گفتگو، عمده شاید بیزینس ها در همین مکان ها در همین فضاها شکل میگیره. افراد روی موضوعات کاری خودشون، روی کسب و کارشون صحبت میکنن، میتونن با پارتنرهای خودشون، با شرکای خودشون اینجا گفتگو داشته باشن. بخشی رو که دوستان ما در خانه خلاق و نوآوری دانش آموزی خودشون تدارک دیدن محیط خوب و دنجیه. بین ما و دانشگاه تهران یه خیابون فاصله شه، خیابون قدس. اینجا محیطیه که در واقع گرد همایی ها و مراسم خودشون رو به صورت کنفرانس یا عمومی اگر بخوان مراسمی داشته باشن در این محیط برگزار میکنن. خب همونطور که میبینید فضا هم برای فضای بهاره، هم برای پاییزه، زمستان و تابستان طراحی شده و افراد میتونن از این محیط استفاده کنن. معمولا در این فضاها از این جملاتی که انرژیزا و انگیزه بخشه ما زیاد داریم. نکته خیلی خوبی هم که تو شجاعتر از آن چیزی هستی که باور داری، تحریک میکنه، اشتیاق میده به جوان و راه رو بهش آسونتر طی میکنه. خب ممکنه برای خیلی سوال باشه که چرا خانه خلاق و نوآوری دانش آموزی؟ چرا که نه؟ چرا ما باید مدارسمون همیشه متهم باشن به این موضوع که در کنار آموزش پرورش خوبی داده نمیشه؟ چرا بچه های ما تکبودی رشد میکنن؟ چرا نباید مهارت داشته باشن؟ بله، این سوالیه که یا چالشیه که با ما همیشه مطرح میکنن. آیا همه باید کارآفرین باشن؟ نه، لزوما نباید همه کارآفرین باشن، اما همه باید یه مهارتی رو کسب کنن. همه افراد باید مهارت داشته باشن، مهارت خوب زندگی کردن، مهارت خوب فهمیدن، خوب درک کردن. همه افراد بالاخره نیازمند اینن که تو زندگی خودشون مسائل مالی و خانوادگی و شغلی خودشون رو رفع و رجوع کنن. این محیط محیطیه که قبل از دانشگاه به بچه های ما اینها رو یاد میده. خیلی از افراد ممکنه به هر دلیلی که البته من توصیه نمی کنم ترک تحصیل کنن، اما میتونه بیاد کسب و کارش اینجا پیگیری کنه، یا نه آماده بشه برای ورود به دانشگاه. تا دانشگاه تهران یه خیابون اینجا فاصله داره، اما ورود از مقطع اصطلاحاً دبیرستان به دانشگاه خیلی از مهارت‌ها رو نیاز داره. شما ببینید اگه یک دانشجویی باشه قبل از ورود به کلاس اول ترم اول بدونه برای چی میخواد درس بخونه، بدونه چه مهارت‌هایی رو داره و در کنار اون چه علومی رو باید کسب کنه، حتما تو کسب و کارش موفق تره. پس ما اینجا دو تا در واقع مسیر داریم. یک مسیر برای جوانان دانش آموزی که در مقطع سالهای آخر اصطلاحاً دبیرستان هستن و ورود به دانشگاه، خب با کسب و کارهای نو آشنا میشن، و برای دانش آموزانی که در مقطع دبیرستان سال اول و دوم و سوم و اینها هستن، تو رشته های مهارتی، تو رشته هایی که منتورها و مربیان آموزش پرورش در کنار اونها قرار میگیرن و مهارت‌های ویژه و خاص اون دوره رو به اونها آموزش میدن. در خانه‌های خلاق و نوآوری کسب و کارها ورود پیدا میکنن، تیم تشکیل میدن، ایده هاشون رو سعی میکنن به محصول و بازار نزدیک کنن و از این طریق یک کسب و کاری رو برای خودشون شکل بدن. اما چه کسب و کارهایی اینجا شکل میگیرن؟ کسب و کارهایی که تو حوزه تولید محتوا، تو حوزه یادگیری، تو حوزه آموزش، تو حوزه های دیداری و شنیداری، فناوری های AR، VR، اینترنت اشیا،
و همه مواردی که به نوعی میتونه کسب و کار حوزه صنایع خلاق و فناوری های نرم باشه. ما کشورمون دارای زیرساختایی داره میشه، دارای بازیگرانی تو اکوسیستم فناوری های نرم و صنایع خلاق میشه که بیس، پلتفرم و شکل دهنده اونها خانه های خلاق و نوآوری هستن. ما در واقع در خانه های خلاق و نوآوری آفیس ها رو داریم، کوورک ها رو داریم، اون لمکده رو داریم، یه بخشی هم داریم که دوستان اینجا عنوانش رو گذاشتن نوتک یا نوآور. نوآور که در واقع مرحله رشد و پیشرشد رو اینجا با کمک منتورها طی میکنن. افراد در قالب تیم با مسئولیت منتورهایی که زیر نظر دوستان آموزش دیدن، تیمها رو در واقع شکل میدن و با کمکهایی که تو دل خانه های خلاق و نوآوری ما همه جای ایران این موضوع رو داریم، واگذاری زیرساخت، واگذاری تجهیزات، در واقع کمک های مالی، بذری یا حمایت هایی که بعداً میشه توسعه محصول، توسعه بازار، برندینگ و آماده کردن برای ورود به بازار، همینطور بوتکمپ هایی که دوستان ما برگزار میکنن، این آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی رو به ما میده. یادمون باشه توی حوزه صنایع خلاق و فناوری های نرم اون فکر و ایده و نیروی انسانیه که ارزش داره. معادن ما افکار، ایده ها و فکرهای دوستان و جوانانی هستن که از طریق پرورش اونها و از طریق طی فرایندی که در دل خانه های خلاق و نوآوری صورت میگیره تبدیل به محصول میشه، تبدیل به خدمت میشه و اون ارزش افزوده‌ای که ما میگیم از علم ثروت به دست بیارید اینجا حادث میشه. اینجا اتاق منتورهای این خانه خلاق و نوآوریه که در وقت استراحتشون یا در وقت پذیرش نیروهاشون در این محیط قرار میگیرن. همه خانه های خلاق و نوآوری در دل خودشون مکانها و در واقع جاهایی رو دارن که تعاریف مشخص داره. اینجا هم اتاق جلسات یا اتاق برگزاری نشست های تیم ها و گروه ها هست. همونطوری که گفتم خانه خلاق و نوآوری ضمن اینکه محتواهایی رو، حمایت های مالی، حقوقی، مشورتی به اعضا ارائه میکنه، زیر ساخت هایی هم در اختیار این افراد میگذاره. شما ببینید یک تیم اگر بیاد در این خونه مستقر بشه، زمینی که از حمایت‌های مالی، مشورتی، فکری، منتوری استفاده می‌کنه، می‌تونه از سخت افزاری که این خانه خلاق و نوآوری دانش آموزی ایجاد کرده استفاده کنه. خب در کنار داشتن آفیس و دفتر اینجا می‌تونه از امکانات عمومی و شیرینگی که خانه در اختیار اونها گذاشته استفاده کنه. نزدیک 70 خانه خلاق و نوآوری خوشبختانه در جای جای کشور عزیزمون ایران ایجاد شده. حدود بیش از نیمی از اونها افتتاح شده و بقیه در حال تکمیل و راه اندازیه. امروز خداوند توفیق داد که شاهد افتتاح خانه خلاق و نوآوری دانش آموزی باشیم به کمک همکارانمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و جماعات و امام جمعه محترم تهران و همینطور جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح شد. امیدوارم که دانش آموزان خوب ما، دختران و پسران خوب ما بتونن از مزایایی که خانه خلاق و نوآوری شهر تهران در حوزه دانش آموزی در اختیار اونها قرار میده استفاده کنن، هم در زمینه مهارت افزایی برای خودشون، هم در زمینه آشنایی با کسب و کارهایی که در آینده در حوزه علم و فناوری و نوآوری مورد نظر اونها خواهد بود. تشکر.